سرخط خبرها و مهمترین ها اندپندنت خلیلزاد کجاست و چرا سکوت کرده؟ گاردین انگلیس تا 36 ساعت آینده از افغانستان خارج می شود. دیدار یک مقام ارشد طالبان با سفیر چین در کابل. حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف ادمر شامل شورای رهبری افغانستان خواهد شد. و در پایان سخی اکبری فرمانده امنیت فرا کشته شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک زیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. زلمه خلیلزاد از چهره های فعال شبکه های اجتماعی از زمان تسلط طالبان بر کابل به طور تعجب آور ساکت است، اما نزدیکان او میگویند سکوت او پس از پیشروی طالبان در افغانستان قابل پیش بینی بود. اندپندنت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در تاریخ 13 اگست در پیام تویتری خواستار راهکار سیاسی برای بحران افغانستان شد. دو روز بعد طالبان پرچم خود را در کابل برافراشت، اشرف غنی از کشور خارج شد و فرودگاه کابل با هجوم افغانهای وحشت زده از بازگشت طالبان با آشوب کشیده شد. برخی چهره های نزدیک به نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان بر این باورند که طالبان خلیلزاد را دور زده است. خلیلزاد از مددها قبل به دلیل توافق فوریه 2020 با طالبان و امتیازدهی با آنها بدون اینکه به بسیار از تعهدات خود عمل کنند هدف انتقاد قرار داشت. کالین کلارک مدیر تحقیقات و سیاست مرکز سوفان و کارشناس مقابله با تروریسم میگوید که سکوت خلیلزاد قابل پیش بینی بود. گاردین انگلیس تا 36 ساعت آینده از افغانستان خارج می شود. انگلیس قصد دارد تا ظرف 24 ساعت یا 36 ساعت آتی پروازهای خروجی برای تخلیه از افغانستان را به پایان برساند. با گزارش اسپوتنیک روزنامه انگلیسی گاردین روز چهارشنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد انگلیس قصد دارد تا ظرف 24 ساعت یا 36 ساعت آتی پروازهای خروجی برای تخلیه از افغانستان را به پایان برساند. این اخبار در شرایط منتشر می شود که با درخواست انگلیس برای تمدید ضرب الاجل 31 اگست که اجازه می داد پروازهای بیشتر برای خروج از کابل انجام شود، از طرف جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نشست روز سه شنبه گروه 7 مخالفت شد. این منابع دفاعی بر روزنامه گاردین گفتند انتظار می رود ارتش امریکا ظرف 2 تا 3 روز آینده عملیات های خودش را در فرودگاه کابل به پایان برساند. بنابراین انگلیس در نظر دارد تا دست کم 24 ساعت قبل از آن به کارش پایان دهد. بایدن همچنین در جریان جلسه فوق‌العاده گروه 7 اشاره کرد که قرار است تمام نظامیان آمریکایی پیش از مهلت 31 اگست افغانستان را ترک کنند. با این حال او گفت اگر ضرورت داشته باشد برنامه‌های اضطراری برای تمدید احتمالی در نظر گرفته شده است. دیدار یک مقام ارشد طالبان با سفیر چین در کابل. سخنگوی طالبان اعلام کرد معاون رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با سفیر چین در کابل دیدار کرد. به گزارش اسپوتنیک محمد نعیم یکی از سخنگویان طالبان در توییت نوشت عبدالسلام حنیفی معاون رئیس دفتر سیاسی طالبان روز سه شنبه با وانگی سفیر چین در کابل دیدار کرد. آنها درباره امنیت سفارتخانه چین و دیپلمات‌های چینی اوضاع کنونی در افغانستان، روابط دوجانبه و کمک‌های بشردوستانه چین مذاکره کردند. این دیدار در حال صورت گرفته است که پیشتر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر این مسئول طالبان با اشاره به تغییر اوضاع افغانستان تاکید کرد روابط ما با ایران، چین، ازبکستان و سایر کشورهای جدید نمی‌باشد. این کشورها نگرانی ندارند. نعیم همچنین گفت که طالبان روابط و تماس مداوم با کشورهای همسایه افغانستان و خواستار توسعه آن هستیم. پس از آن که طالبان هفته گذشته به سرعت کنترل کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت، اتباع خارجی و متحدان افغان در صدد تخلیه فوری این شهر برآمدند، اما چین سفارت خود در کابل را همچنان باز نگه داشته است. حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف ادمر شامل شورای رهبری افغانستان خواهد بود.
افغانستان توسط شورای متشکل از 12 عضو و شامل نمایندگان گروه طالبان و همچنین حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، حنیف ادمر، وزیر امور خارجه سابق و عبدالله عبدالله رهبری خواهد شد. با گزارش اسپوتنیک گفته می شود که ملا غنی برادر، ملا یعقوب، فرمانده نظامی طالبان و خلیل حقانی از اعضای برجسته شورای مرکزی این گروه جز اصلی 12 نفر اصلی در شورای مرکزی طالبان برای تشکیل دولت جدید هستند. در بیانیه آمده است که هم عبدالغنی برادر و هم ملا محمد یعقوب در تلاش هستند تا احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود که مخالف طالبان است، را به شورای حکومتی بکشاند. روی اعضای این شورا دکتر عبدالله عبدالله، حامد کرزی، حنیف ادمر، گلبدین حکمتیار موافقت شده است. روی 5 عضو دیگر این شورا گفتگوها دوام دارد. احتمالاً مارشال دوستم و تا محمد نور شامل نخواهند بود. طالبان در تلاش است که اسم از امیر و بیعت نداشته باشد و شورای تشکیل دهد تا رئیس جمهور و رئیس دولت از درون آن شکل بگیرد. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم تاکید کرده است که دولت آینده افغانستان شامل تمام افراد و گروه های قومی و مذهبی این کشور خواهد بود. البته مجاهد درباره احمد مسعود هم صحبت کرده است و گفته که نیروهای طالبان دره پنجشیر را محاصره کردند و قصد دارند با صلح و تفاهم این موضوع را حل کنند. به نقل از فیسبوک رسمی بی بی سی فارسی، سخی اکبری، فرمانده امنیت فرا، کشته شد. گفته می شود سخی اکبری، آمر امنیت فرا، به دست افرادی که منصوب به طالبان هستند کشته شده است. در خبرهایی که به دست بی بی سی فارسی رسیده است گفته شده که کشته شدن آقای اکبری در حال صورت گرفته است که رهبران طالبان در سخنرانی های خود اعلام عفو عمومی کردند. طالبان هنوز نسبت به این خبر واکنش نشان نداده است. بازگشت صدها زندانی آزاد شده گوانتانامو به تروریسم. بیش از 200 تروریست که از زندان امریکایی گوانتانامو آزاد شدند مجدداً درگیر فعالیت‌های تروریستی شدند که در جمله قربانیان اقدامات آنها شهروندان امریکایی نیز شامل هستند. دیلی میل با گذشت 20 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر گزارش می‌دهد. اسناد اطلاعاتی آمریکا فاش می‌کنند 229 زندانی سابق بازپروری شده زندان گوانتانامو به تروریسم و کشتن آمریکایی‌ها بازگشتند و میزان هشداردهنده 66% آنها مجدداً دستگیر نشده و همچنان فراری هستند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب و ویدئوهایمان را لایک نمایید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.